تیک تاک زمان به سرعت به چهارشنبه سوری نزدیک میشه و شهرهای میهن پر از شور و شوق جوانان، اشرف نشانها و کانونهای شورشی برای برپایی چهارشنبه سوری آتشینه. در همین حال آخوندهای حکومتی و سرکردگان سپاه و نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر کارگزاران رژیم هراس خودشون رو از چهارشنبه سوری دائم ابراز میکنند و نسبت به عواقب وخیمش برای دیکتاتوری ولایت هم هشدار میدن. از جمله آخوند سعیدی امام جمعه قم این جشن رو یک سنت اشتباه به حساب آورد و بعد گفت آتشبازی هایی که در این روز انجام می شود دارای آسیب های بسیاری هم از فردی و اجتماعی است که سبب شده دین و حکومت این گونه مراسم ها را نپذیرند. خب به نظر می رسه که این آخوند حکومتی شعار مردم در شهرهای مختلف در قیام دی ماه رو نشنیده که گفتند حکومت آخوندی نمیخوایم. در آستانه جشن ملی چهارشنبه سوری بار دیگر هر خیابان و کوی و برزن میدانی برای کارزار آزادی خواهد بود. طوفان قیام سر باز ایستادن ندارد. قیام آتش ویژه برنامه‌ای به مناسبت جشن ملی چهارشنبه سوری از 18 تا 22 اسفند از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران. خب با چند خبر اعتراضی برنامه قیام ایران رو ادامه میدیم. در علی‌گوده از کارگران شهرداری در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوق عقب افتاده در مقابل شورای قلابی این شهر تجمع کردند. کارد به استخوان رسیده، تبعیض و بی‌عدالتی را پایان دهید. این نوشته کارگران راه آهن شاهرود سمنان در تجمع اعتراضیشون بود که این نوشته را در دست گرفته بودند. این کارگران از صبح روز چهارشنبه دست به اعتصاب زدند و خواهان پرداخت شدن مطالباتشون هستند. نه تبعیض نه تحقیر، بس است 2 سال تأخیر. این شعار جمعی از اساتید و کارکنان بازنشسته دانشگاه فنی و حرفه‌ای ارومیه بود که برای چندمین بار در اعتراض به دریافت نکردن حق و حقوقشون بعد از گذشت 2 سال در تهران تجمع کردند. 7 روز اعتصاب کارگران پتروشیمی گچساران در حالی ادامه داره که کارگران دیگر شرکت‌های تابعه هم اعلام کردند که به این اعتصاب خواهند پیوست. کارگران کارخانه هپکو عراق در ادامه اعتراضاتشون در تهران در مقابل سازمان خصوصی سازی رژیم دست به تجمع اعتراضی زدند و با اشاره به حاکمیت غارتگر آخوندی شعار میدادند دشمن ما همینجاست، فقط میگن آمریکاست. ۲۳مین روز تجمع اعتراضی تعدادی از رانندگان شرکت واحد عضو پروژه سپیدار 2 و 3 در مقابل شورای شهر تهران ادامه پیدا کرد. رانندگان زحمتکش پولهاشون رو جهت تحویل مسکن به این تعاونی وابسته به حکومت داده بودند و قرار بوده که 5 سال قبل خونهشون رو تحویل بگیرند، اما هیچ اقدامی نشده و کارگزاران رژیم پولهای این مردم رو غارت کردند. زن و مردی در اعتراض به غصب و فروش ملکشون از سوی ارگان غارتگر وابسته به خامنه‌ای به نام بنیاد شهید در مقابل ساختمان این بنیاد در خیابان طالقانی تهران به صورت کفن پوش اعتراض کردند. اونها بنری در دست داشتند که بر روی اون نوشته بود هیچ ملکی با ظلم پایدار نبوده و نخواهد بود، 26 سال ظلم آشکار. بر اساس این گزارش مزدوران امنیتی رژیم در وحشت از حمایت مردمی از این ستم دیدگان اونها رو بازداشت کرده و به نقطه نامعلومی بردند. بیش از 100 نفر از کارکنان صندوق بیمه کشاورزی سراسر کشور به تهران اومدند و مقابل صندوق بیمه کشاورزی تجمع کردند. کارکنان این صندوق نسبت به ماها بلا تکلیفی در وضعیت استخدامی خودشون اعتراض داشتند. کارکنان گفتند به اسم خصوصی سازی این صندوق رو به باندهای مافیایی حکومتی میدند و ما رو آواره میکنند. تنها 15 روز مانده به عید کارخانه کاشی زهره کاشمر تعطیل شد. اینم ترفند دیگه‌ای در نظام آخوندی برای فرار از پرداخت حقوق و عیدی کارگرانه. حدود 5 ماهه که حقوق کارکنان کارخانه کاشی زهره در کاشمر پرداخت نشده.
بله، ده ها تن از کارگران کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ در شیراز در اعتراض به پرداخت حقوق و معوقات خود تجمع کردند. کارگران شعار میدادند عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگی کارگر روی هواست امروز. Let's go! Oh, come on! The stream has